سلام برادر خارای عزیز، های عزیز در این مکان و همینطورم در خونه های خودتون امیدوار هستم قلبتون آماده هست برای کلام خدا خوش به حال ما که در یک زمانی زندگی میکنیم که آمدن ایسای مسیح که رو میبینیم که نزدیک هست و من شخصاً شخص خودم باور میکنم در یک زمانی زندگی میکنم که ظهور مسیح رو در این دنیا خواهیم دید الان برای هر چقدر هفتاد سالم هست الان شاید میگین که دیگه خواهم تا اونقدر وقت نخواهم داشت فقط من باور میکنم قبل از آمدن عیسی مسیح به این دنیا برای کلیسا رو بوده خواهد شد باور میکنیم نه نمیدونم برای تعلیم های دیگر مختلف وجود داره که میگن که نه توی جفا میفتیم توی درد میفتیم بعد از این کلیسا رو بوده میشه من به حال باور میکنم الان در این 2021 که ما الان اینجا هستیم و نشانه هایی که در این دنیا هم نگاه میکنیم میبینیم که خدا واقعا عیسی مسیح الان در حال آماده کردن عروس خودشه که عروس حال روبوده بشه پیش دامادش و بعد از این اینجا بله هایی که در این دنیا خواهند افتاد و اونجاست که بعد از این هفت ساله هست که میگن یا دو, دو تا سه 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 و نیم سال بعد از این دجال کی خواهد آمد اینجا ما عروس کلیسا با دامادش خواهیم آمد در این دنیا و اینجا ملکوت هزار سالگی رو شروع خواهیم کرد الان این چیزایی هست که مربوط به ایمان تعلیم های مختلف هست فقط من میگم که این تعلیم خودم هست. یعنی من به این باور دارم امروز صبح هم همینطور که معمولا یک شنبه ها صبح میرم برای یک ساعت یک ساعت و نیم پیاده روی دعا میکنم برای تعلیم برای موعظه و همینطور هم برای جلسه های ما و خیلی جالب بود که امروز میرفتم همینطور ساعت تقریبا دوازده بود و کنار این کانال کانال که از خونه ما اونجا عبور میکنه تا فریدیسپک تقریبا 6 کیلومتر همینطور که میرفتم یه فضایی دیدم که دیگه نه ماسکی دیدم نه افرادی دیدم که الان اونجا خودشون رو پوشوندم بلکه یک آزادی یه جشنی بود یعنی واقعا تن تنم سیخ شده بود یعنی واقعا نگاه میکردم دیدم چه لذتی میبرن یعنی مثل اینکه این یک این سالی که درد و رنج رو کشیدن الان قدر آزادی رو الان تازه لمز کردن مخصوصا تو آلمان که کشور آزادی هم هست یا یک سال محدود شده بودن شکایت میکردن آزادیمون از دست دادیم و الان زمانی که میرفتم امروز همینطور گریل میکردن بوی کباب میامد و همه بچه ها بازی میکردن هی hey, دنبال یه ماسکی بودم پیدا نکردم و دیدم که یک آزادی احساس کردن یعنی احساس میکنم و واقعا همینطوری برای ما هم همینطور هم هست نه مخصوصا زمانی که میریم آینکاف سندخوم تمام وقت باید این ماسک رو بزنیم واقعا من خفه میشم دیگه نمیتونم تحمل کنم یعنی هایی هست که ما عبور کردیم و یعنی این دنیا عبور کرده تجربه کرده نه فقط آلمان تمام دنیا عبور کرده و قدر آزادی رو متوجه شدن هم زمانم برای ما من باور میکنم این تمام پیش اتفاقی هست که میفته که به زودی همینطور ضد مسیح هم خواهد آمد که اونجا دیگه اون موقع واکسن نمیذارم بلکه اونجا یه چیپی میذارم و الان دنیا هم آماده هست برای چیپ چون الان نمیخوان دوباره این آزادی رو از دست بدن بعد از دو سال، سه سال، چهار سال یا پنج سال این چیپی میاد دیگه زمانی که اعلام میکنم چیپ آمد همه میرن اونجا میگم من اجازه میدم تو دست منه که اونجا معمولا اونجا چیز میکنن اینجا پلانتات میکنن چون ترسیدن یعنی این درد و یک سال درد کشیدن بیشتر از یک سال درد کشیدن به این خاطر میگن که ما حاضر هستیم همه چی رو برداریم فقط آزادی رو نمیخوایم از دست بدیم میتونید تصور کنین این چیزایی هست که نشانه اینه که آمدن عیسی مسیح نزدیک هست این فقط یک, یک سالی که گذروندیم فقط یک پیش اتفاق میگن نه پیش اتفاقی هست که افتاده که ما دیگه قلبمون آماده باشه ذهنمون آماده باشه که یک روز که اتفاق بیفته مخصوصا بچه ها دیگه از بچگی دیگه یاد گرفتن دیگه توی دی این ای این روش قرار گرفته و زمانی که زمانی که این شماره 666 بیاد دیگه اون موقع همه آماده هستن که این ایمپلانتات امپلانت، بشه الان ما بیایم در مورد همون زمانی که صحبت می کنیم و زمانی که اینو من خودم موعظه می کنم خودم صد درصد باور می کنم چیزی که میگم می 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 و سعی می کنم توش هم زندگی کنم چون یه تعلیمی نیست که من تعلیم بدم و بگم که باشه ما باید آماده باشیم فقط خودم آماده نکنم یه چیزی هست که خودم منم انداخته توی قسمت هایی هست که باید یاد می‌گرفتم، این معایزه که امروز میخوام بکنم این معایزه بود که در ماه نومبر بود که در کلیسای کلیسای تاج در انگلستان بود که از من دعوت کرده بودن که من اونجا معایزه کنم این معایزه رو اون در ماه نومبر بود که اونجا کردم و میخواستم همینطورم تو این کلیسا بکنم فقط دیدم که هنوز زمانش نرسیده و همینطور که هفت دو هفته پیش که در مورد همون قسمت موعظه که کردم در سکوت منتظر خدا باش و همینطورم دعا میکردم خدا من پیام تو چیه احساس کردم خدا میگه که الان زمانش رسید الان چند پنج ماه گذشته الان میتونی این موعظه رو دوباره برای کلیسای خودمون انجام بدیم پس الان نگاه میکنیم به آمدن عیسی مسیح و نه آمدن عیسی مسیح بلکه زمانی که یک کسی باور میکنه که عیسی مسیح به زودی خواهد آمد یعنی عیسی یعنی داماد خواهد آمد و من اگه واقعا اسم من عروس گذاشتم میخوام ایسا و میخوام عروس عیسی مسیح باشم پس عروس باید خودش رو آماده کنه یعنی او باید الان نه فقط آماده کردن از طریق فقط آمدن خدمت کردن فعالیت کردن بلکه از طریق شخصیت باید خودش رو آماده کنه و یک عروس باید همینطور آمادگی برای تحمل دردها و رنج هم باشه چون عیسی مسیح خودش هم این راه رو کرد این نیازهایی که عیسی مسیح داره این دردی که عیسی مسیح برای این دنیا میکشه می نمیتونیم بی تفاوت من نمیتونم بگم من عروس عیسی مسیح هستم فقط به من چه در این دنیا چه اتفاقی میفته به من چه حال کلیسا چطوره مهم اینه که زندگی من خوب باشه همه چی در این همه قسمت من میتونم لذت ببرم پس در این قسمت چیزی هست چیزی که مربوط به, به،, به ماست یعنی باید اونجا باید ببینیم که تمام های مسیح های داماد باید در من که عروس میخوام بشم در من باید ظاهر بشه و همینطورم ما باید بیشتر بیشتر همینطور روح خدا که به ما داده شده و این روح القدس در ما شروع میکنه ما رو بیشتر و بیشتر وصل کنه به محبت خدا و این محبت خدا عشق ای که در ما قرار گرفته این بیشتر و بیشتر ظاهر بشه و با این حال همینطورم عروسم هم باید در این حال این باشه که نه ثبک کنه که یک روزی با دامادش در آسمون آشنا بشه بلکه آشنایی آشنایی با ذات او آش آشنایی با رفتارهایش شخصیت او باید اینجا در این دنیا در این پوستی که ما داریم اون بدنی که داریم ما باید آشنا بشیم من نمیتونم بگم یک روز او رو خواهم دید من باید بتونم طوری زندگی کنم چون عروس هستم و میخوام با دامادم الان آشنا بشم و این آشنا شدن یک راهی داره ما میتونیم دعا کنیم ما میتونیم روزه بگیریم هزار تا کارهایی انجام بدیم فقط این شاید میتونم بگم این فقط قدم هایی هست که ما ور داریم. ما باید به یه جایی برسیم که ملاقات صمیمانه با او در این دنیا داشته باشیم در سال گذشته بود هم زمان بود فکر می کنم همینطور در مورد عروس صحبت کردیم در مورد ده تا, تا باکره صحبت کردیم و میتونم در میبینیم که در مکاشفه باب 19 اونجا توضیح داده شده در مورد عروس و اینجا در مکاشفه باب 19 ای 7 تا 8 اینجا میگه که, که شادی و وجه نماییم و او رو تمجید کنیم زیرا که عروسی بره رسیده هست و عروس او خود را حاضر ساخته است. عروس چی کرده؟ خود را حاضر ساخته هست یعنی خودمون هستیم یعنی تو هستی که باید خودت رو حاضر بسازی آماده کنی عزیزان و اونجا میگه که کتان جامعه کتان نفیس و درخشان و پای پایکیز به او بخشیده شده تا به تن کند زیرا جامعه زیرا جامعه کتان نفیس مظهر اعمال نیکو مقدس مقدسان هست یا عدالت های مقدس یا رفتار رفتار مقدس پاکی از فکر، از ذهن، از طریق تصمیم، از احساس همه چیزهایی هست که در او قرار گرفته و این کتان ربطی به شخصیت داره و این شخصیت رو به او داده شده روی خودش کار کرده و بیشتر و بیشتر یک در, در این قسمت یک شده با شخصیت عیسی مسیح و عیسی مسیح هم الان میبینم یه غیرت مخصوصی داری برای عروس خودش همه کارا رو سعی میکنه انجام بده یعنی خودش اونجا بی تفاوت ننشسته و سعی میکنه همه کارا رو انجام بده که از تو یک عروسی بسازه و این فقط و فقط به این ملاقات هست با این کاری هست که خودش باید انجام بده ما کاری نمیتونیم انجام بدیم قدم هایی که ما ور می داریم دعاهایی که می‌کنیم و یا روزه ای که می‌گیریم و خدا رو جستجو می کنیم، در ضعف می‌افتیم، در شکست شکست همه چیز با هم کار می‌کنه که خدا دو هفته پیش در موردش معایزه کردم یه فضایی درست کنه که وارد کنه و اونجا چهره خودش رو نمایان کنه و اون موقع خواهی دید، اون موقع هست که یک اتفاق الهی میفته اتفاق روحانی میفته که یک انسان نمیتونه توضیح بده من خدا رو دیدم و دیگه آزاد شدم در این فضا هست که خدا الان در این زمان آخر کلیسای خودش رو میخواد هدایت کنه و این فضا درست کردن یا همینطورم هم میگم که این شخصیت سازی بدون تسلیم شدن ما انجام نمیشه بدون سرسپردگی ما نمیشه تسلیم معمولا زمانی که در مورد تسلیم صحبت میکنیم یا سرودهای عالی هم تو این مد... چون چند مدت هست که در مورد تسلیم سرودهای نوشته شده و معمولا هم که زمانی که موعظه هم میشن تعلیم های در مورد تسلیم خیلی نرمال ما زانو میزنیم میگیم خدا من من تسلیم تو هستم من خودم رو به تو میسپارم و در همه قسمت ها برحال هر چیزی که هست تو هستی صد درصد تسلیم تو هستم فقط خدا خیلی خوب میدونه این تصمیم هایی که ما میگیم که من تسلیم تو هستم این چرا رو میتونیم روشن کنیم الان تاریک شد اینجا نه نه من بلکه آها گود زمانی که ما میگیم که من تسلیم تو هستم فکر میکنی ما تسلیم تو هستم همینطور که زمانی که ما میگیم که من عیسی تو رو دوست دارم یا مثلا صفات های خدا مثل صبر در مورد اینکه صبر ما دعا میکنیم میگیم خدا من به من صبر بده خدا به تو نمیتونه صبر بده صبر ما محدوده نه قدرت ما محدوده هر چیزی که ما داریم محدوده ابدی نیست به یه فشاری قرار میگیره اونجا دیگه شکست میخونیم اون موقع ناامید میشیم پس چیزی که در ما قرار باید بگیره صبر خداست ایمان ایساست یا تحمل ایساست آمین محبت ایساست که ما رو هدایت میکنه که خدا رو دوست, داشت دوست داشته باشیم همینطور خودمون همینطور هم همسایه خودمون دوست داشته باشیم فقط این محبت آگاپست که میتونه این بزرگترین حکم خدا رو انجام بده با قدرت محبت ما ناقصه محدوده و همینطور هم عزیزان تسلیم ما هم باید نه تسلیم ما باشه بلکه خدا میخواد هدایت کنه به یه جایی ببره که تسلیم خدا در ما تسلیم تسلیم ایسا در ما قرار بگیره متوجه در همه قسمت ها باید این صفت های مسیح در ما قرار بگیره یک بشه با ما اتحاد پیدا کنه بینید زیبایی ایسا مسیح که هر کاری که در زندگی ما میکنه که میخواد ما رو با خودش یک کنه این اتحاد رو به وجود بیاره اون موقع هست که صفتهای های خدا زیبایی خدا در نه فقط بیرون است تو در, در تو دیده میشه به این خاطر زمانی که ما در مورد تسلیم صحبت میکنیم و میگیم خدا تسلیم تو هستم خدا میدونه که تسلیم نیستی من باید تو رو هدایت کنم تو رو راهنمایی کنم به یه جایی ببرم که تسلیم شدن خودم با تو یک بشه اون موقع واقعا تسلیم هستی تسلیمی هستی که از خداست در اول پتروس باب دو آیه 21 و یک و بیست و سه نسین خواهش میکنم این قسمت رو بخونه زیرا که برای همین خوانده شده اید چون که مسیح نیز برای ما عذاب کشید و شما را نمونه گذاشت تا در اثر قدم های وی رفتار نمایید که هیچ گناه نکرد و مکر در زبانش یافت نشد چون او را دشنام میدادند دشنام پس نمیداد و چون عذاب میکشید تهدید نمینمود بلکه خشتن را به داور عادل تسلیم کرد ترجمه تفسیری میگه که بلکه خیشتن رو میگه که بلکه خود را به دست آن کسی سپرد که همیشه با عدالت و انصاف داوری میکند حالا میبینی که زمانی که عیسی مسیح رو نگاه میکنیم که خودش این راه رو باید میرفت فراموش نکنیم عیسی مسیح عنوان روح خدا بود آمد و انسان شد این انسانیت او باید الان این تمام صفت های خدا باید در او قرار بگیره توی درد و رنج که تمام این تسلیم شدن خودش باید اونجا قرار بگیره من مطمئن هستم که بدن او یا و نفس او که انسانی بود اونم میتونه مقاومت میتونست مقاومت کنه میگه که من نمیخوام خودش باید سی تصمیم میگرفت هر دفعه تو باغ جتسمانه هم میبینیم که خدا نه اراده من اراده من نه اراده من منظور این اراده این انسان انسانیت من نشه بلکه اراده تو انجام بشه و به این خواهد این درد و رنج رو کشید که این بدن رو کلا زیر تسلط خدا پدر بیاره یعنی کلا این بدن رو تسلیم خدا کنه گوش میکنین عزیزان درد و رنج رو عیسی مسیح کشید چون این بدن دائما میخواد خودخانه رفتار کنه به این خاطر عیسی مسیح باید سی این درد و رنج رو در ابرانیان میجام نوشته شده که با درد و رنج اونجا همه چی رو اه، اه، باید سی این راه رو میرفت می، می که بدن خودش و رو همه چیز رو زیر تسلط روح القدس قرار بگیره نه فقط برای خودش این برای ما انجام دادن انجام داده عیسی مسیح عیسی مسیح از روح آمد در این دنیا اوکی؟ جنس جسم نداشت انسان نبود آمد انسانیت رو پوشید و انسانیت رو امیدوارستم درست بگه مقاومت در برابر تمام یا میتونم بگم آتش کرد مقاومت در برابر آتش کرد یعنی آتش خود دوستیت خدا که عیسی مسیح بعد از این با بدن خودش صعود کرد پیش خداوند با همون حالی که بود عیسی مسیح بدون مرگ و قیامتش نمیتونست عیسی مسیح برگرده پیش پدر چون این بدن هنوز آماده نشده بود تقریبا باید اینطوری نگاه کنیم از دید خودم اینطوری است مثل اینکه الان این دنیاست و سومین سومین آسمون اونجاست که خداست دومین دو آسمون پر از آتشه که جایی بود که شیطان اونجا حکومت میکرد و الان این بدن خدا باید بیاد و این بدن رو مقاومت این آتش آماده کنه مقاومت کنه که زمانی که میره بالا هیچ چیزی نمیتونه جلوشو بگیره بعد که سعود کرد پیش خداوند پیش پدرش پس باید این بدن رو ورداره و مقاومت در برابر آتش بکنه که زمانی که رفت یک جایی آماده کنه که ما هم همینطور بتونیم زمانی که عیسی مسیح الان عنوان داماد عروس خودش رو ما هم بتونیم با این بدنایی که مقاومت, مقاومت بر برابر آتش آماده شده که بتونیم این آسمون رو ترک کنیم و بریم پیش پدر پیش عیسی مسیح گوش میکنین از و این راه رو عیسی مسیح باید سی کرد و میگه که بدن خودش رو اینجا که الان صحبت کردیم توهین نکرد توهین شد توهین نکرد نمیدونم فش دادن بی کردن جواب نداد سکوت کرد سکوت کرد چون مقابل میخواست این بدن خودش رو آماده کنه برای این سعود خودش یا میگه که بلکه خود را به دست آن کسی سپرد این میشه تسلیم تسلیم یعنی خودش رو و خودمون هم که چه درد و رنج و چه ناعدالتی نسبت به او شد خودش رو سپرد این میشه تسلیم کامل شدن به دست او که در انصاف و عدالت قضاوت میکنه راهنمایی میکنه اینطوری که که جاهایی دیگه هم در همین فیلیپیان که اونجا غلام شد بعد از این رفت به مرگ بعد از این خدا یعنی پایین پایین این دنیا قرار گرفت و به این خاطر خدا او رو برافراشت و برد بالا چون دیگه آماده شده بودیم بدن کسی که فهمیده بگه آمین و کار خدا پس همینطور که گفته همینطور که گفته شده که برای این خوانده شدیم عزیزان نه؟ زیرا که برای همین خوانده شدید چون که مسیح نیز برای ما غذاب کشید و شما رو نمونه نمونه یعنی یک کسی هست که تو دنبالش باید بری نمونه گذشت تا در اشر چی؟ قدم های وی رفتار نمایید قدم های و یعنی دنبالش بریم اینجاست دنبالش رفتن و همینطور خودمون تسلیم تسلیم کردن اینجاست که کار خدا شروع میشه خود پولوس هم جایی که قرار گرفته بود خودش هم این تجربه رو کرده در دوم قرنتیان با ب... یک آیه هشت تا نو نسلین جان زیرای برادران خواهیم شما بیخبر باشید از تنگی که در آسیا بر ما آرز گردید که بی نهایت و فوق از طاقت بار کشیدیم به حدی که از جان هم معیوز شدیم لیکن در خود فتوای موت داشتیم تا بر خود توکل نکنیم بلکه بر خدا که مردگان را برمیخیزاند حالا پولس به یه جایی قرار گرفته میگه که دیگه ما الان لیکن در خود فتوای موت داشتیم یعنی دیگه هیچ امیدی نداشتیم دیگه الان مرگ منتظر ماست هیچ امیدی نیست یعنی به یه جایی رسید یه گفته که تمام شده به اوج این بگم ناامیدی امیدی رسیده بودن که میگه که دیگه هیچ چیزی نداشتیم تا بر خود توکل نکنیم دیگه هیچ چیزی نداریم تو زندان افتادیم الان اونجا منتظر هستیم بیان اونجا سرای سر سر ما رو ببرن بعد میگه که هیچ چیزی نداشتیم بلکه به خدایی که مردگان را برمی خیزاند خود میبینیم که پولس هم همینطور خدا او رو به یه جایی رسید رسونده بود که او برال عیسی هم رو از پیروی میکرد یه جای رسونده بود که واقعا یک ناامیدی در زندگیش افتاد دیگه الان در این قسمت هیچ امیدی نداشت جز از اینکه تسلیم مطلق بشه تسلیم شدن از یعنی واقعا با تمام دل و جان و فکر تو اعتماد به خداوند داشته باشی تسلیم شدن یه کسی که واقعا تسلیمه که اینطوری که خدا میشه دیگه دیگه هیچ قدرتی برای کنترل داشتن زندگیش نداره مثل این که واقعا به ورشکستی کلی افتادی هیچ کنترلی نداری الان معمولا ما زمانی که در مورد تسلیم صحبت میکنیم ما اینجا دعا میکنیم و میگیم خدا من تسلیم تو هستم بلافاصله از این کلیسا میایم بیرون دوباره شروع میکنیم عصای خودمون رو و نمیدونم خودخواهی هر چیزایی که از ور داریم حق منه نمیدونم شروع میکنی به جنگیدن نمیدونم آمد این کار رو کرده اون کار رو بعد میگه میگه تسلیم تو کجاست زمانی که ما ناعدالتی به ما میشه زود داوری خدا رو میطلبیم تو خدای عادل هستی بیا اونجا حق من رو به من برسون اوکی ما میتونیم این کار رو انجام بدیم فقط این نشانه تسلیم شدن نیست تصمیم شدن یعنی واقعا دیگه کنترل زندگی تو از دست دادی منظوری نیست که دیگه اراده نداری تصمیم, بگی، تصمیم گیری کنی تو تصمیم ها رو انجام میدی فقط همه چی زیر این شناختی که تو بدون او هیچ کاری نمیتونی انجام بدیست و زمانی که ما تسلیم شدیم اون موقع هست که خدا همینطوری که عیسی مسیح رو از مردگان برخواسته زنده کرده و همینطور هم از این آسمون عبور کرده در دست راست خدا همین کاری هست که خداوند با عروس خودش انجام میده پس خدا موعظه امروز که توی چیزم نوشته شده آزادی در تسلیم یا اینجاست که پس باید خدا ما رو به یه جایی ببره عزیزان که ما دیگه نه قدرتی داشته باشیم نه به خودمون توکل کنیم نه به دانش خودمون توکل کنیم نه به تمام درس هایی که ما یاد گرفتیم تمام گذشته ما رو نگاه بکنیم تمام مدال, های، مدال هایی که آوردی تمام معایزه هایی که زیاد کردی نمیدونم هزار تا کارهایی برای خداوند کردی همه چیز دیگه صفر میشه منظور این نیست که الان خدمت نکنیم منظور این نیست که این خدمت هاست که جای جای عیسی مسیح رو گرفتن یه کسی که با خدا اینطوری ملاقات صمیمی داشته باشه و واقعا اونجا خدا رو ببینه و تسلیم بشه و بدونه اصلا به درد خوردنی نیست همینطور مثل اینکه که میگه که نمک چطور میگه نمک؟ چی؟ به غذا مزه و اگر نمک مزه نده به درد هیچ چیزی نمیخوره جز از اینکه بندازین روی زمین و افراد بیان یعنی به درد نمیخوره و زمانی یک کسی که به یه جای رسیده که واقعا تسلیم شده میدونه بدون خدا بدون راه خدا کمک خدا به درد نمیخوره به این میگن یه تسلیمی هست که خدا میخواد به این خاطر خدا عمل میکنه کار میکنه در زندگی تو که تو رو به یه جایی برسونه حتی ناامید از خودت بشی حتی ناامید از کلام به خدا بشی حتی به چیزایی که به دست آوردی حتی از دست بدی مثال رو میگم ها خدا همینطور تک و تک با ما طبق زندگی ما رفتار میکنه که آخر واقعا بدونی که به درد نمیخوری اگه خدا تو رو بلند نکنه و این میشه دیگه یه تسلیمی هست که خدا باید ما رو هدایت باید هدایت بکنه و خدا معمولا تو کتاب مقدس هم میبینی که خدا همینطور در مورد آتش صحبت میکنه در ملاکی باب سه آیه سه اینجا صحبت میکنه او مثل قالگر و مصفا کننده ی نقره خواهد نشست و بنی لاوی را تاهر ساخته ایشان را مانند طلا و نقره مصفا خواهد گردانید تا ایشان ای برای خداوند به عدالت بگذرانند و جالبه اینجا میگه که او مثل قالگری غالگر، و مصفا کننده نقره خواهد نشست یعنی کی خدا و بنی لاویان یعنی خادمین کلیس خادمین اون در بودند لاویان رو تاهر ساخته ایشان رو مانند تاهر طلا و نقره مصفا خواهد گردانید یعنی خود خدا باید این کار انجام بده خدا الان نمیاره یه آتش زیر پاهات میذاره بلکه موقعیت های آماده میکنه که وارد بشی و اونجا با خدا ملاقات داشته باشی و در این قسمت‌هایی هست که خدا شروع می‌کنه در این سختی‌ها، در این دردها در این آتش‌های دنیا تو رو به یه جایی برسونه که تسلیم بشی که تو رو بلند کنه هدف خدا بلند کردنش توست چون ما تسلیم نمی‌تونیم بشیم پس ما، خدا باید بیاد اونجا ما رو چی؟ مصفا نقره یعنی خودش باید این آتش ها رو در زندگی تو بیاره که تو آخر تسلیم بشی بگی که هیچ چیزی ندارم و اگه هیچ چیزی ندارم نه با زبان میگی ها دیگه با تمام وجود تمام سلولای تو میگن که به درد نمیخورم اگر تو منو بلند نکنی من میرم تو جهنم خیلی جالبه یه جای دیگه هم نوشته در ارمیا باب 9 آیه 6 تا 7 خیلی خوب اونجا رفتار خدا رو می‌بینیم تو عهد چطور خدا با قوم خودش رفتار میکنه چون بعضی تعلیمای هستن که میگن که خدا هیچ موقع این بدی نمی‌کنه خدا هیچ موقع این کارو نمی‌کنه خدا هیچ موقع این کارو نمی‌کنه چرا این خدا نمی‌کنه عهد نگاه کنی پر از کارهای خدا هستن هر دفعه بلای میاره یه وعده‌ای میده هیچ موقع خدا نمیگه نمی که الان بلا است که تمام شد دیگه برو هر دفعه هست و دوباره این وعده ای می میده که فقط آخر من این رو خواهم کرد خدا میدونه زمانی که تو رو آتش میندازه میدونه یک چیز دیگه از اونجا بیرون خواهد آمد و اینجاست خیلی جالبه در این قسمت نصیب اینک بکنه. آنها را از بوته آزمایش عبور خواهم داد زیرا به خاطر قوم عزیز خود دیگر چه میتوانم کرد زبانشان تیر کشنده است که به فریب سخن میراند و به زبان خیش با هم نوع خود سخن صلح آمیز میگویند اما در دل خود برایش کمین میگذارند و هیچ کس حقیقت را نمیگوید آمین خیلی جالبه نه؟ اینک آنها را از بوته آزمایش عبور خواهم داد زیرا به خاطر قوم عزیز خود دیگه چه می کرد؟ من باید ایشان رو هدایت کنم چون تو زبانش ناراستیه، رفتارش نادرستی هست، همه کار رو خرابکاری هست، هر چیزی که انجام، من باید این کار رو انجام بدم. به خاطر محبتی که خداوند ما داره، به خاطر اینکه خدا میخواد با تو یک بشه. خودش درد میکشه، که تو رو تو این آتش بندازه فقط چون خودش آینده رو میبینه همین دو هفته پیش گفتم که توی جنگل ما رو میندازه تاریکم هست هیچ چیزی نمیبینی فقط خدا رو شو خدایی داریم که آخرش رو میبینه آخرش میبینی که اونجا خودش ایستاده و منتظر توست و زمانی که اینجا آمدی در تو هیچ چیزی نمیمونه بعد از این اونجاست که با خدا این اتحاد رو پیدا میکنی در روح و میتونم بگم که یه چیزی از زیباترین پرشکوهترین کلامی وجود نداره که بتونیم توضیح بدیم زیباییه. که زمانی که بیرون آمده میگه که مرسی خداوند که این بلاها رو روی سر من آوردی الان یه چیزی رو به دست آوردم که غیر قابل توصیفه اینجاست که با داماد آشنا میشیم با آگاپه آشنا میشیم با عشقش آزاد میشیم بعد از این تمام کارهای خودت رو نگاه میکنیم میبینی که همه چیز باید بندازیم توی پیش آشغال. چون تمام کارهایی که میکنیم خدمتهایی میکنیم برابر به اون محبت به اون شناخت عیسی واقعا آشغاله. به شما میگم پتروس شاگرد عیسی مسیح خودش این دردها رو کشیده این این رنج رو کشیده چند بار در با زمانی که با عیسی مسیح بود بعد از اینم با این انکار کردن عیسی مسیح دروغ گفتن قسم دروغ گفتن اونجا شکست بزرگی بود که باید سی عبور میکرد بعد از این خود پتروس که اینجا در موردش صحبت میکنه در پس چون مسیح متحمل درد و رنج های جسمانی شد شما نیز باید خود را برای همین کار آماده سازید زیرا کسی که رنج و درد و رنج کشیده است دیگر گرفتار گناه نمی شود و تا آخر عمر خود بر طبق اراده خدا زندگی خواهد کرد نه به هدایت شهوات نفسانی آمین آرزو دارم خودتون هم برین این آیه هایی که اونجا نوشته شده همینطور باب رو بخونی که درست متوجه میشین در مورد چی صحبت میکنه و میگه که پس چون مسیح تحمل درد و رنج های جسمانی شد شما نیز باید خود در برادر برای همین کار آماده سازید زیرا کسی که در درد و رنج کشیده از دیگه گرفتار گناهان نمیشود کسی که از خدا یه جایی هدایت میکنه که واقعا اونجا از این درت ها از این, رنج ها عبور کنی هیچ موقع دوباره بر نمیگردی به گناه چونجا مصفح شده اونجا دیگه واقعا در وجودت قرار گرفته یه کسی که دستش رو روی آتش گذاشته و اونجا سوخته دیگه هیچ موقع این کار رو نمی کنی. و خدا در این قسمت میگه که که زمانی که ما این راه رو میریم و همینطور هم اجازه میدیم و خدا هم اونجا ما رو در این راه هدایت میکنه و از این درد و رنج رو همه چی رو کشیدیم میگه تا آخر عمر خود بر طبق اراده خدا زندگی خواهد کرد نه به هدایت شهوت انسانی یعنی کسی هست که واقعا تسلیم شده و این تسلیم هستی از خداست تسلیمی هست که زمانی که خداوند میگه که نکن میگه نمیکنم غلط کردم زمانی که خدا میگه که نرو دیگه میگه دیگه بس نمیکنی نمیجنگی یه کسی که سوخته یه کسی عبور کرده هیچ موقع احمق نیست دوباره برگرده خود پتروس اینا رو درک کرده بود همینطورم قبل از اینکه قبل از اینکه پتروس وارد این درت ها بشه عیسی مسیح زمانی قیام کرد به, به گفت پتروس من دو منو دوست داری و میگه دوست دارم که گوسفندای های من رو نگهداری کن سه بار گفته که درسته سه بار گفت که دوستم داری دوستم داری واقعا دوستم داری دو بار گفته اگاپه یه بار بود که فیلیو یا دوستم داری مواظب گوسفندای من باش بعد از این اینجا یک اشاره ای میکنه و میگه که در یوحنا آمین آمین به تو میگویم وقتی که جوان بودی کمر خود را میبستی و هر جا میخواستی میرفتی و لیکن زمانی که پیر شوی دستهای خود را دراز خواهی کرد و دیگران تو را بسته به جایی که نمیخواهی تو رو خواهند برد یا <ük fasciner> <مزار> زمانی که جوان بودی خود تصمیم گرفتی خودت همه کارا رو انجام میدادی قدرت زیادی هم پتروس هم داشت زمانی که پیر میشی منظور فقط این پیر نیست که از طرق فیزیکی پیر پیر بشه زنن زمانی که الان با عیسی مسیح زندگی میکنی بیشتر و بیشتر قرار میگیری در این راه میگه که اونجاست که k, uh, زمانی که پیر شوی دستای خود را دراز خواهی کرد و دیگران تو رو بسته به جایی میخواهند نمیخواهی تو رو خواهد برد یعنی میشه که دیگه اون موقع واقعا تسلیم هستی و از طریق داستان کلیسا میبینی که چطور ایسای مسیح، چطور پتروس هم اونجا مثل ایسای مسیح اونجا مصلوب شد و اونجا کشته شد شهید شد عزیزان این معیزه بیشتر برای اینه که نه خدا ما رو بترسونه بلکه تشویق کنه که میگه که چون من دنبال تو هستم با تو اتحاد رو پیدا کنم باید تو رو این راه رو هدایت کنم که تسلیم تسلیم تو تسلیم من باشه تسلیمی باشه که واقعا بدونی که به بدون من هیچ کاری نمیتونی انجام بدی این تسلیمی هست که تسلیم عیسی مسیح در مباید قرار بگیره هر اتفاقی میفته در هر فضایی که خداوند تو رو هدایت میکنه در هر جایی که خدا هدایت میکنه بدون خدا در حال اینه که به یه جایی برسونه که واقعا از فکر تو از دانش تو از تجربه تو هر چیزی که به دست آوردی واقعا بدونی که به درد نمیخوره و اونجاست که خدای با تو این ملاقات خواهد داشت و خود خدا میدونه که چقدر تو آخر لذت خواهی برد خود پولوس هم میبینیم که چند بار میگه که حتی دام در دوم قرنتیان باب دو دوازه آیه هفت میگه که خاری در جسم من داده شد فرشته شیطان تا مرا لطمه زند لطمه زند یعنی پولس دعا میکرد خداوند الان مثل مشت شیطانه که واقعا منو میزنه یعنی توی یه جاهایی قرار گرفته بود جایی قرار گرفته الان نمیدونیم چه مشکلی خودش داشت فقط اونجا خداوند اونجا گفته که فیض من برای تو کافی هست زیرا که قوت من در ضعف کامل در ضعف کامل میگردد این میشه تسلیم یعنی پتر پولوس ببین بگذار هر که الان هستی بگذار ضعف قدرت من در ضعف تو در این, این تسلیم شدن توست که دیده میشه و بعد از این هم اونجا پولوس اونجا میگه که پس میتونی بخونی ناس. پس, پس به شادی بسیار از ضعفهای خود بیشتر فخر خواهم نمود تا قوت مسیح در من ساکن شود بنابراین از ضعفها رسوایی ها و احتیاجات و زحمات و تنگی ها به خاطر مسیح شادمانم زیرا که چون ناتوانم آنگاه توانا هستم آمین پس یک تسلیمی هست که واقعا دیگه روی خودش روی تجربه های خودش روی چیزهایی که خودش کرده من فکر میکنم یک کسی که مثل پولوس می بود الان اونجا باید یک غرور مخصوصی به دست آورده بود من چند تا کلیساهایی ساختم یک کلیسایی بود من 500 هزار نفر هزار نفر اینطوری میگه که به هر حال من فقط میتونم بگم که پر از ضعفم یک مردی که واقعا میتونم بگم کارهای بزرگی برای خدا کرده گفته که واقعا اینجا در مورد ضعف خودش در مورد چیزهایی که واقعا هست صحبت میکنه این میشه یه تسلیم فقط این تسلیم رو عزیزان نمیتونیم یاد بگیریم امروزم که میخوایم بگیم خداوند من تسلیم تو هستم تو فقط میتونی دعا کنی خداوند من رو هدایت کن من میخوام تسلیم تو باشم فقط هدایت کن تسلیم تو در من قرار بگیره برای این من تو اجازه میدم در زندگی من دخالت کنی تشکر میکنم اعتماد به تو دارم هر جایی که منو میگذاری چون یک راهی یک فکری برای من داری تو میخوای خودتو با من متحد کنی یک کنی به این خاطر اجازه به تو میدم دخالت کنی در هر موقعیتی که من قرار گرفتم سکوت میکنم منتظر تو هستم چون فکر عالی برای من داری من منتظر ملاقات صمیمانه ملاقات خوب مقدس با تو هستم و مطمئن باش اعتماد داشته باش و خواهی چشید شاید شیش ماه یک سال دو سال پنج سال طول بکشه فقط خدا این کار رو خواهد کرد چون آرزوی خودشه آخری قسمت فقط میخوام بخونم کتاب غزل غزلا برای ما میدونیم کتاب نباوتیه که در مورد عیسی مسیح صحبت میکنه و در مورد عروس خدا صحبت میکنه عروس خودش صحبت میکنه نه؟ سلیمیت و همیتونم سلیمان و خیلی جالبه که الان اینجا میخوایم نگاه کنیم زمانی که با عیسی مسیح آشنا میشیم اینجا میگه که او مرا بوس او مرا به بوسهای دهان خود بوسید زیرا که محبت تو از شراب نیکوتر است این موقع هست که عیسی مسیح میاد زمانی که با عیسی مسیح اینجا آشنا میشین و عیسی مسیح تو رو انتخاب میکنه و اونجا میاد اونجا تولد تازه رو میگیری این مثل که خدا میاد تو رو با بوسای خودش بیبوسه این یک شعری نوشته شده خیلی زیباست خدا آن آمد نجات داد نه خدا میگه که من آمدم یه بوسی از من تو رو زندگی کرد کسانی هستن که اینجا اولین بوس رو کردن با عشق چه بوسی بود <applause> فرموش کننده نبود هر دفعه فکر میکنید این اولین بوس چون هنوز آشنایی نداریم اولین بوس حیجان زده بود میگه خداوند میگه که این بوس بوس اول اولین بوسی که من دادم تو رو زنده کرد و اون موقع تو گفتی که زیرا که محبت تو از شراب نیکوتره بعد از این این دوران همراهی کردن یا پیروی کردن عیسی مسیح رو میشه موقع مسیحی میشیم الان میاییم و اینجا میگیم که در این در باب دو آیه 16 اینجا میگه که محبت محبوبم از آن من است و من از وی هستم محبوبم از آن منه مال منه و بعد از این میگه و من از آن وی هستم دومی قسمت عیسی مسیح میاد اول منم بعد از این تو هستی بعد از این میبینیم که در شلیمیت اونجا خدا کار میکنه راههایی میره دردهایی میکشه رنجهایی میکشه میاد به باب 6 آیه 3 و اینجا برای تجربه هایی کرده و اینجا میگه که من از من از آن محبوب خود و محبوبم از من است. الان دومین قسمت خودش رسیده پس اولین قسمت بود محبوب تو مال من هستی و الان دو دورانی کوزشی گفته نه اولین قسمت من از آن محبوب خود هستم و محبوب از آن من است یعنی یه تجربه یه چیزای عوض شده درسته چیزی عوض شده یه شناختی پیدا کرده که نه نه, نه، اینطوری هم نباید باشیم اون محبوب نمیتونم سو استفاده کنم مال منه متوجه هستین ایسا مال تو نیست مال منه یعنی من میتونم از او استفاده کنم یه چیزی هست که سرسپردگی تسلیم کامل نیست هنوز انتظار دارم از او درسته یا نه؟ او از آن من است دوران هایی میگذاره درد هایی میگذاره و خداوند اجازه میده تو تو این فضاهایی قرار بگیری از این آتش های خداوند اونجا برال ساخته بشی و برابر این آتش ها اونجا بتونی بیسی بعد از این اینجا در قسمت آخر در بابه هفت آیه ده میگی که من از آن محبوب خود هستم و اشتیاق وی, وی بر من است دیگه هیچ چیزی نمونده که مال من دیگه همه چی خداست آمین شروع میشه از تسلیم شدن عزیزان تسلیم همون موعظه که ت... چیز موضوع موعظه در آزادی در تسلیم که خدا تو را هدایت میکنه اونجا واقعا آزادیه آزادی از چی آزادی از خودت آزادی از نیازهای خودت از فکرهای خودت از های خودت آزاد هستی که آخر میتونی بگی من از آن محبوب خود هستم اشتیاق او بر من است اینجا فقط او میمونه جلال بر او محبت تو زندگی من عوض کرد من هیچی هستم بدون تو تو همه چیز من هستی همه چی رو میگذارم که هیچ چیزی احتیاج دارم تو همه چیز من هستی و این نه فقط با دهنت با تمام وجودت این عروسی است که خدا میخواد آماده کنه عزیزان من دوست دارم این راه رو ادامه بدم در هر فشارا در هر آتشا خدا میخواد منو مقاومت در برابر آتشا بکنه که یک روز که صدای داماد رو بشنوم بتونم عبور کنم از این آسمون دوم که پر از آتش عبور کنم بدن من الان آلمانی میگه رزیستنت یعنی در برابر این آتش مقاومت کرده یعنی مقاومت مقاومت میکنه معاون مقاوم هست آمین کسی دیگه نمیتونه بره چون بدنش ساخته نشده آمین میشه الان دعا کنیم خداوند همین این ایمید که در باب هفت هایی ده و نتیجه رسید من از آن محبوب خود هستم و اشتیاق و بر من است من فقط میتونم دعا کنم من نمیتونم وان ما نمیتونیم این کاری تو کاری هست تو باید انجام بدی و مرسی که اشتیاق تو امروزم بر من. بر, من. بر ما هست خدا من فقط هنوز ما چون تسلیم کامل نشدیم هنوز با عقلمون باور میکنیم با قلبمون تجربه نکردیم و مرسی که ایزا این محبت آگاپه توست که اجازه میده خداوند در این آتش های این دنیا قرار بگیریم ممنون هستیم خداوند <متصفيق> همینطور که گفتی مثل خالگر و مصفا کننده نغره خواهم نشست و بنی آوی را تاهر ساخته ایشان را مانند طلا و نغره مصفا خواهم گردانید خداوند میدونم روش های تو فرم میکنه خداوند نمیخوایم یک کلیسایی باشیم که با زبانمون فقط تو رو پرستش میکنیم با زبانمون میگیم تسلیم تو هستیم و بعد از میریم تو خونه خودمون اونجا یا دوستای خودمون در تو این دنیا و شروع میکنیم دوباره این اس، رو به دست بگیریم و شروع کنیم خداوند با خودهایی خودمون زندگی کنیم خداوند این فیض رو ببخش به, به به تک تک ما خود به این کلیسا و به این همینطورم بینندگان کسانی که میشنون واقعا منتظر تو هستم خداوند تو عمل کنی میدونم خداوند در این تاریکی در این آتشا چشیدم و دیدم که تو اونجا هستی حتی نزدیکتر هستی اونجا هست که خداوند تو ایمانمون رو غوی میکنی حتی عصا و چوب تو در این زمانهای تاریک و دردناک خداوند ما رو تسلیم میدم بناب میکنن صدای نرمی میاد میگه که منتظر باش نجات تو دور نیست مرسی که به ما حتی در این زمانا ها صبر میدی منتظر تو باشیم چه خدای عظیم زیبایی هستی خداوند هست. تک تک لحظه هایی که نفس ما داد میکشه احساس میکنیم خداوند مرده میشیم حیات از ما خارج میشه مثل که همزمان حیات تو جاری میشه در ما روی قدس دعای من اینه که بیای خداوند اینم در دست من نیست خداوند تو بیا خداوند این مکاشفه رو به تک تک ما ببخش خدا من دوست ندارم فقط امروز بگیم باشه فهمیدم فقط دست تو رو در زندگیشون ببینن که در این فشارها در این شاید ناعدالتی ها شاید هر بلایی که میاد بدونن که تو همونجا هستی هدایت کنند تو هستی خود من رحم کن شفاعت میکنم ایسا مسیح رحم کن به کلیسای ما رحم کن به کلیساهای تو خداوند و میدونم این فیض رو بخشیدی و خواهی بخشید که بتونیم خداوند عروس خودش رو آماده کنه خود را حاضر ساخته است خداوند که به ما این جامعه کتان نفیس و درخشان در و پاکفیز به ما بخشیده بشه خداوند که به تن بکنیم که جامعه کتان خداوند اعمال نیکوی ما خداوند هدایت کن شکرت میکنیم خداوند اعتماد به تو داریم خداوند چون هر کاری که تو میکنیم باور میکنیم به یه هدف میرسه همینطور که در این حال دعا هستیم دوست داشتم یک سرودی هست که در مورد همون تسلیم اینو با هم بخونیم و نمیدونم خدا چه قسمت هایی است که با تو صحبت کرده فقط بتونیم شاید با یه دیده دیگه نگاه کنیم این تسلیم تسلیم شدن این سرودی هست که نیلوفر خونده و میتونیم با هم بیستیم همینطور در این حال دوام میتونیم بمونیم و بعد از این سرود شاید یکی یک دقیقه هم سکوت کنید و احساس میکنم خدا روی خدایم اینجا هم هست نه فقط پیام رو به تو بده بلکه که تو به هم بتونی خداوند من, من, حاضر هستم من میخوام الان واقعا دریافت کنم من میخوام این راه رو برم خداوند من, میخوام منو به یه اون تسلیمی که تو میخوای برسونی من حاضر هستم به من قدرت و هر چیزایی به من بده که بتونم این راه رو برم و مطمئن باشی که روی خدا امروز هم به تو قدرت خواهد داد و هدایت خواهد کرد. آمین.